در حقیقت خبرهای خوبمون بود، یه خبر بدمون اینه که دوستان یه دونه تصویری هست اگر داشته باشی، مال یک تصادفیه که روز پنجشنبه اتفاق افتادش، پنجشنبه بعد از ظهر، بله، در محل کینگتان بین باترس و خیابون کینگ در منطقه ریچموند هیل و شهر کینگ در شمال تورنتو انجام شدش. این تصادف متاسفانه یک هموطن ایرانیمون، یک پناهنده ایرانی به نام سعید که البته حکم اخراجشون هم اومده بود، با اینکه دو تا بچه‌شون، حداقل میدونم یک بچه‌شون بچه متولد شده کاناداست و ایشون در حال کار میکرد و با ما نجاری کار میکرد، مثل که خستم بوده، ساعت 6:30 بعد از ظهر ماشینش از میره تو خط بعدی و با چند تا ماشین دیگه تصادف میکنه، 12 نفر زخمی میشن، من جمله خود ایشون رو که به علت شدت جراحات با هلیکوپتر به بیمارستان سانی بروک میبرن. در حال ما خوشبختانه خطر جانی فعلا رفع شده، ولی در هر حال مشکلات جدی هستش، دو تا بچه دیگه هم زخمی شدن، امیدواریم که همشون خوب بشن، در حال کسی تلفات نداشته باشه. این حوادث اتفاق میفته ولی یک جامعه اونجا تعریف میشه که در کنار ضعیف‌ترین حلقه جامعهش فردش وایسه. فعلا خدمت شما عرض کنم که یه سری دوستان هم جمله خانممون رفتن دیدنشون، امروز شما اومدیم استودیو نتونستیم بریم. ببینید اینا به تب بلفر نمیگیرن، پناهنده هم نیستن، مشکل اوهیپ هم ندارن، فعلا خوشبختانه خب بیمارستان قبول میکنه، یک سیستم خوبی حداقل، ولی ممکنه که نیاز داشته باشن به اینکه هزینه هاشون رو بیمارستان بخواد یا هزینه های بیشتر رو، و همچنین تلاش برای اینکه ایشون به ایران اخراج نشه. در حال این مسئله چندین سال کاناداست، ممکنه نیاز به کمک شما داشته باشیم، حتما خدمتتون در برنامه دیگر دوستان یا برنامه خودمون یا از طریق در حال فیسبوکی اینا به اطلاعتون خواهیم رسون و مطمئن هستیم که ایرانی هایی که واقعا انسانن، ایرانی هایی که دلشون میتبه برای انسان های دیگه و در حال به قول اینجا یا کر میکنن، چه ایرانی ها چه غیر ایرانی هستن، کمک بکنن. در حال اینجا هاست که انسانیت، جامعه ایرانی مفهوم داره و قابلیت پیدا میکنه. از این بچه های برای بچه های سیاسی اخ جدیدمون که مال اینجا که اصلا هیچ امیدی بهشون نداریم بنابراین، ولی امیدمون بعد از خدا شمایید، امیدواریم که البته به اونجا نرسه، خبرهای خوبی رو داشته باشیم، ولی ممکنه که در حال گفتیم تو هیچ کدوم از رسانه ایرانی هم نبود. امیدواریم که سعید خوب شه، برگرده پیش خانواده‌اش و در حال از همه مهمترین که بتونه تو کانادا بمونه. خدمت شما عرض کنم که این از این دیگه خدمت